اینجا آمریکای جهان خاره، کبیر در واقع آریزونا، مسیر جاده از فینیکس به لاس وگاس، در خدمت آقای دکتر تبرسی، یکی از بهترین پزشکان جهان و بسیار خوش‌تیپ. و یه نکته رو باید بگم که گیاهان و درختایی که در کویر به عمل میاد، یکی از بزرگترین محاسنش بعد از اینکه رطوبت نسبی هوا رو بالا میبره اینه که جلوی طوفان‌های شن رو میگیره و نمیذاره، به خاطر اینکه اینا ریشه در زمین دارن و محکم هستن، این بادهای کویری که میاد که به عنوان طوفان شن ازش یاد میکنن میگن، این درخت ها باعث میشه که طوفان شن اینجا ایجاد نشه و خاک رو جابجا نکنه. ولی با متاسفانه در کویر لوت خودمون به خاطر اینکه این کار انجام نشده و فقط خشک کامل، این بادهای کویری که میاد طوفان شن ایجاد میکنه و غیر قابل سکونت میکنه. خیلی جالبه. That's really interesting. That's pretty amazing. I didn't know that. I know. Wow. I know. Yeah. It's interesting how that works out. در زمانش رژیم گذشته هر سال وزارت منابع طبیعی تلاش میکردن و میلیون ها نهال گز رو در کویر ایران میکاشتند به این امید که طبق قانون احتمالات اگر 1% هم حتی در طول سال بارون به باره در کویر، اینا در واقع ریششون میگرفت در زمین و زنده میموندند و رشد میکنن و برای همیشه میموندند و در واقع اگر میموندن دیگه کویر ایران مثل این کویر آریزونا که الان شما میبینید اینقدر سرسبز و شما یک وجبش رو نمیبینید که درختی و یا یک گیاهی نباشه، گیاهان گرسیری. و این توصیه‌ای هست برای مسئولین وزارت منابع طبیعی ایران که این کار رو بکنند. اگر دلشون به حال این مردم و این مملکت می‌سوزه،